خب دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو بهتون یاد میدم که چجوری در زبان ترکیه استانبولی بگیم قبل از اینکه خب اول بریم ببینیم چجوری بعد از اسم استفاده میکنیم این رو بعد اسم پسوند دن و یا دان رو میاریم بنا به قواعد واجی که وجود داره اگر حروف نازک در هجای آخر کلممون وجود داشته باشه پسوند دن اگر حروف کلوفت وجود داشته باشه پسوند دان رو میاریم و بعد کلمه اونجه رو میاریم که دان اونجه میشه قبل از دان و یا دن معنی از میده اونجه معنی Mesela MİGİM kahvaltıdan önce yani kablaz sobhane bunlardan önce yani kablaz inha Adana'dan önce yani kablaz Adana öğleden önce yani kablaz zor سندن اونجه یعنی قبل از تو ازمیردن اونجه یعنی قبل از ازمیر خب همونطور که میبینید زمانهای اسمی و یا مثلا موقعیت هایی هم که هستن مثلا شهر ممکنه مثلا انسان باشه و یا هر چیز دیگه ای وقتی اسم میاریم بعدش پسفنده دان و یا دن رو میاریم بعد از اسمهای خاص یک ویرگول رو در آخر کلمه خواهیم داشت قبل از پسوند خب اگر اسمهایی که استفاده میکنیم ازشون به این حروف ختم بشن که اصطلاحا بهشون میگن حروف کریشه ها میشه ف س ت ک چ ش ه پ اگر بعد این حروف قرار باشه دن و یا دان بیاد اینجا حرف ت به جای حرف د استفاده میشه یعنی حرف د تبدیل به ت میشه و بعد کلمه اونجا رو خواهیم داشت که به معنای قبل از خواهد بود همون فرمول رو داریم فقط حرف د تبدیل به ت میشه بعد از این حروف یعنی در مجاورت با این حروف این شرایط رو داریم خب مثال میزنم دوراکتان اونجه قبل از ایستگاه ایکینجه سکاکتان اونجه قبل از کوچه دوم اولاشتان اونجه قبل از اولاش اولاش اسم پسره دیشیکلیکتن اونجه قبل از تغییر دیلکتن اونجه قبل از دیلک دیلک اسم دختره کلکیتتن اونجه قبل از کلکیت کلکیت هم که یک شهره خب بریم سراغ افعال فعل نحی رو داریم کنارش پسوند دن و یا دان رو داریم بعد کلمه اونجه رو میاریم اما فعل نه چیه؟ فعل نه ریشه فعل و یا همون فعل امره که با پسوند مه و یا ما منفیش میکنیم خب بریم مثال‌های مثاله بعدی بیشتر متوجه میشید یاب ما دان اونجه میشه قبل از انجام دادن حالا چرا ما منفی میکنیم اینجا؟ چرا اینجا حالت منفی داره ولی مثلا تو فارسی نداره؟ دلیلش اینه که وقتی قبل از یک فعلیه اون فعل هنوز انجام نشده چون هنوز انجام نشده این قالب فعل منفی رو داریم اینجا یا مادان انجه یعنی قبل از انجام دادن بن یاب مادن یعنی قبل از اینکه من انجام بدهم اویو ما دان اونجه یعنی قبل از خوابیدن بن اویو ما دان یعنی قبل از اینکه من بخوابم اویان ما دان اونجه یعنی قبل از بیدار شدن بنویان uyanmadan önce یعنی قبل از اینکه من بیدار بشم حالا بریم سراغ حروف نازک ات م دن اونجه یعنی قبل از انجام دادن بن دن اونجه فعل اتمک رو با فعل یاب دوتا دو تا ویدیو جداگانه در تمام زمانها براتون توضیح دادم بکنم درس 17 باشه دوستانی که تازه این ویدیو رو میبینن میتونن برن اونجا فعل انجام دادن یک و فعل انجام دادن دو رو کلا ببینن خب من اتمدن اونجا قبل از اینکه انجام بدهم گل م دن اونجا قبل از آمدن Ben gelmeden önce یعنی قبل از اینکه بیام. گیت م، dan önce yani قبل از رفتن. بنگیت gitmeden önce یعنی قبل از, یعنی از اینکه بروم. خب اینا رو در حالت اول شخص مفرد داشتیم. بریم رو کل فعل ها، کل زمین ها. بن یاپمادان اونجه قبل از اینکه من انجام بدهم سن یاپمادان اونجا قبل از اینکه تو انجام بدهید او یاپمادان اونجه قبل از اینکه او انجام بدهد بیز یاپ مادان قبل از اینکه ما انجام بدهیم سیز یاپ مادان اونجه قبل از اینکه شما انجام بدهید اونلان یاپمادانونجه قبل از اینکه آنها انجام بدهند. دوستان اگه تا اینجا ویدیو به دردتون خورده لایک رادتون نره اگه به دردتون خورده یه لایک بزنین که به درد من هم بخوره خیلی ممنون من اوی اومدن قبل از اینکه من بخوابم سن اوی اومدن اونجه قبل از اینکه تو بخوابی او اوی اومدن قبل از اینکه او بخوابد بیز اوی اومدن قبل از اینکه ما بخوابیم سیز اوی اومدن قبل از اینکه شما بخوابید اونلار اومدن اونجا قبل از اینکه آنها بخوابند اینا رو مرتب مثال میزنم که یه بار گوش کردین ملکه ذهنتون بشه اگر یادداشت نمی کنید اگر هم که یادداشت می کنید که هیچی و روی تلفظاتون کار بکنید من اومدن اونجا قبل از اینکه من بیدار بشم سن اویم ببخشید من اویان مادان اونجه قبل از اینکه من بیدار بشم سن اویانمادن انجه قبل از اینکه تو بیدار بشوی او اویان مادان قبل از اینکه او بیدار بشود بیز اویان مادان قبل از اینکه ما بیدار بشویم سیز اویانمادان انجه قبل از اینکه شما بیدار بشوید اونلار اویانمادان انجه قبل از اینکه آنها بیدار بشوند بن اتمدن انجه قبل از اینکه من انجام بدهم سن اتمدن انجه قبل از اینکه تو انجام بدهی او اتمدن انجه قبل از اینکه او انجام بدهد بیز اتمدن انجه قبل از اینکه ما انجام بدهیم سیز اتمدن انجه قبل از اینکه شما انجام بدهید اونلار اتمدن انجه قبل از اینکه آنها انجام بدهند بیز گیتمدن انجه قبل از اینکه من ببخشید من گیتمدن اونجه قبل از اینکه من بروم سن گیت مدن انجه قبل از اینکه تو بروی او گیت مدن انجه قبل از اینکه او برود بیز گیت مدن قبل از اینکه ما برویم سیز گیت مدن انجه قبل از اینکه شما بروید اونلار گیت مدن قبل از اینکه آنها بروند بن گل مدن ان قبل از اینکه من بیایم سن گل مدن ان قبل از اینکه تو بیایی او گل اونجه ان قبل از اینکه او بیاید بیز گلمدن اونجه قبل از اینکه ما بیاییم سیز گرمدن اونجا قبل از اینکه شما بیایید اونلار گرمدن اونجا قبل از اینکه آنها بیاین دوستان این افعال رو تو دوتا دو تا ویدیو قبلی هم داشتم خیلی استفاده میشه بخاطر همی رو همین رو همینا مانور دادم که با همینا تمرین بکنید و تو گفتگوهای روزانه‌تون استفاده بکنید خب دوستان یادداشتاتون رو حتما داشته باشید توی دفترتون ویدیو رو میتونید دوباره نگاه بکنید تا ملکه ذهنتون بشه هر سوالی هم داشتید میتونید در کامنت ها بنویسید خیلی ممنون از کامنت های خوبی که میذارید ممنون از حمایتی که میکنید موفق باشید